خب بچه ها، وقتتون بخیر باشه. ارادت آیه تورا، میشه یه دور دیگه منو تیز کنید؟ فقط ادمین کنید ببینم چطور بچه هاشون خصوصی. دستشو دورد بالا. خیلی خب بچه ها، این مسئله رو، این داستان رو فهمیدید؟ خیلی مهمه. عمدتا بچه ها حفظ میکنم، میگن این انتشار تحصیل شده است. این انتشار فهمیدید درست حسابی که داستان از چه قراره؟ این مطلب رو کامل گرفتید؟ مرسی نگین، مرسی، مرسی احسان محمودی، مرسی رضا محمدی، مائده موسوی، بهار هانی، وظیفه خان، مرسی مرسی مرسی، سپاسگزارم. خیلی خب بریم ببینیم که چه جوری. میگم حالا ببین، یه چیزی، یه فرایندی وجود داره به نام فرایند اسموز. آقا اسموز یعنی چی؟ میگم ببین، یادت اون محلوله رو، اون محلول قبلیه رو، کدوم محلول قبلیه رو؟ آقا اینها، این محلول، اینی که اینجا کشیده بودم. حالا بیا یه مدل دیگرش رو تصور کنیم. فرض کن ما یک محلولی داریم، هنوز توی مولکولای کوچیکی ما. فرض کن ما یه محلولی داریم که یه ورش غلظت مولکول از یه ور دیگه بیشتره، مثلا تو سمت A بیشتر از سمت B. خب فرض کن اینجوریه، تو سمت A بیشتر از سمت B. و حالا فرض کن این قشایی که اینجاست به اون مولکول که اینجاست، حالا قند، آمینو اسید، هر چیزی، اجازه عبور نمیده. مولکول پروتئینی هم که اینو رد کنه نیست. حالا میخوای چیکار کنی؟ میگم ببین، برای اینکه غلظت رو برابر کنی، یا باید تعداد حل شونده رو تغییر بدی، یا باید حلال رو تغییر بدی. کی گفته همیشه گلوکوز باید جابجا بشه؟ اگر یه وری غلظت گلوکوز، اگر این ور تو آب بیشتر از بیه و این قشای اجازه نمیده قند از آب بره به بی، خب اب نداره، آبو از بی میفرستیم به آ. اینجوری میزان حجم آب کم میشه، این ور غلظت بالا میره، این ور حجم آب زیاد میشه، غلظت پای میاد. انقدر آبو جابجا میکنیم تا یک سانچ غلظت. اوکی، پس اسموز در واقع همان انتشار آب است. اوکی، حالا ببینید بچه ها، بیا اینجا، به اینجا میگم یک طرف یه قشای نازکیه که نفوذ پذیریش انتخابیه، یعنی به آب خالص اجازه میده. خب حالا یه دفعه میتونی سدیم کلرید بریزی، یه دفعه قند، تو شکل قنده، فقط مولکولای آب رد میشن. تو این حالت مولکولهای آب از جایی که غلظت بیشتر است، نه از جایی که غلظت کمتر است میرن جایی که غلظت بیشتر است. حله؟ از جایی که غلظت کمتر است، یعنی جایی که آبش بیشتره. آقا غلظت کمتر همون پتانسیل آب بیشتره، پتانسیل آب بیشتر. حله؟ هر جا غلظتش کمتره، یعنی پتانسیل آبش بیشتره. خیلی خوب، بریم ببینیم دیگه دونه رسته کیه. میگم ببین، الان این ور مولکول های آب به طور برایند و خالص میان این ور. آقا چرا رو برایند و خالص تاکید میکنی؟ چون ممکنه یه سری مولکول های آب هم از این ور بیان به این ور. اوکی، ولی برایندش به سمت بی به آه، مولکول آب داره جا به جا میشه. پس جایی که پتانسیل آب بیشتره، غلظت محلول کمتره، اونجا جا به جا میشه. خیلی خوب، خیلی خوب، بریم ببینیم که دیگه چه خبره. حالا آقا یک سوال، یک سوال. من میگم فشار اسموزی چیه؟ میگم ببین، به تشنگی میگن فشار اسموزی. میگم یه دقیقه اینجا رو ناکن، اینجا رو خوب نگاه کن. میگم ببین، وقتی اینجا محلول اینجوری بود، یعنی یه ور غلیظ‌تر بود، آب جا به جا شد، محلولی که در ابتدا رقیق تر بود آبش کم میشه دیگه. اوکی، و محلولی که غلیظ بود
آبش بیشتر میشه، میزان آب مولکول حلالش بیشتر میشه، یه اختلاف فشاری اینجا ایجاد میکنه. شما خوندید فشار در مایعات رو جی اچ، یه رو جی اچ اینجا ایجاد میکنه، ولی این رو جی اچ باعث نمیشه آب از این ور بیاد دوباره سر جاش. چرا؟ چون هر چقدر این فشار آب اینجا آب و هول میده به این ور، تشنگی این ور همونقدر آبو پس میزنه. یعنی چی؟ یعنی آقا آب تیه، مگه نباید این دوتا سطح مایه تو لوله یو شکل سطح مایه در دو طرف برابره دیگه، ولی اینجا تو میبینی برابر نیست. چرا؟ چون اگر این مایه بیاد اینور، اینور دوباره تشنه میشه، دوباره سریعا آبو میکشه و این رفت و آمد همیشه برقراره. یعنی بعد از اینکه فشار اسموزی هم اسموزم کامل برقرار شد، هنوز هم آب میره اینور دوباره میاد اینور و شما اصلا این تغییر رو نمیبینی. وقتی به صورت ماکرو نگاه میکنی، از بیرون نگاه میکنی، انگار هیچ اتفاق نمیفته، ولی در واقع در درون مولکولا دارن میرن و میان. هر چقدر این به دلیل وزن این آب اینو هول میده پایین، دوباره تشنه میشه، دوباره آبو میگیره. به این میگم فشار اسموزی. آقا فشار اسموزی یعنی چی؟ هر چی غلظت محلول بیشتر باشه، فشار اسموزیش کمتره. خیلی خوب. آقا میشه این تستو بزنیم؟ میگم آره. این تستو بزنید بچه ها. یک سه دو 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 رضا محمدی. یکم بیشتر وقت میدیم بچه ها. محمد حسین سه، محمد حسین چهار، مهنوش اسماعیلی دو، محمد حسین یک، یعنی همه گزینه ها را محمد حسین خواه. شاهین خواجه زده دو. استاد کلاس کامل زد میشه؟ بله آقای امیر محمد امیری. کلاس کامل زد میشه. خیلی خوب. فاطمه اشکزری دو. خب مرسی نرگس. نرگس خیلی حرف قشنگ زد، گفت یک نیست فقط. این کارم بکنید بچه ها، اگر جواب رو نمیدونید حداقل بگید این نیست، هر چی باشه من میدونم این نیست. این خیلی بیشتر میارزه تا اینکه از ترس غلط بودن جواب ندیم. خیلی خب. استاد دوره‌ای که هنوز برقرار بود بذارید برقرار. بله امید خان و آقای قطعا برقرار. این حرف چی؟ ما بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم. خیلی خوب ببینیم چی میگه اصلا، ببینیم چی میگه. میگم ببین قبلش یه چیزی، آب اگر مثلا یه سلول بدن رو فرض کن مثل گویچه قرمز، یه سلول دیگه چه فرقه، هر سلول تو میکس، اگر بندازیم توی محیط غلیظ، خب این ور محیط غلیظ دیگه، فشار اسموزیش بیشتره. فشار اسموزی چی بود؟ تشنگی. تشنگیش آبو میکشه، پس سلول چروکیده میشه. اگه بندازیم توی محلول متعادل، یعنی فشار اسموزیش با فشار اسموزی این بیشتر برابر باشه، هیچ اتفاق نمیفته، همونقدر که میره آب همونقدر برمیگرده. اگه بندازیم توی محلول رقیق، یعنی چی؟ یعنی رقیق به نسبت این، پس سلوله چیش بیشتره؟ فشار اسموزیش آبو میکشه، به خاطر این باد میکنه و این اتفاق براش میفته. خیلی خب حالا ببینیم چی میگه اصلا. میگه هر چقدر اختلاف غلظت آب در دو سوی غشا بیشتر باشد. آقا این غشا، این درون این بیرون، میگه اختلاف فشار اسموزی بیشتره. من نمیدونم کدوم ور فشار اسموزیش بیشتره. ممکنه این حالت باشه
که فشار اسمزی محلول یعنی بیرون بیشتر باشه. ممکنه این حالت باشه که فشار اسمزی این دوستمون گویشه قرمز بیشتر باشه، من نمیدونم کدوم، ولی خوب گوش کن، میگه فشار اسمزی سلول بیشتر است. میگم کی گفته ممکنه فشار اسمزی این بیشتر باشه؟ بله، یک نیست. بعدی میگه آب سریعتر جابجا میشود. میگم آره. میگه فشار میان یاخته به قشا افزایش میاد، یعنی سلول باد میکنه، میبینی فشار میان یاخته به قشا زیاد میشه، دیگه در آستانه ترکیدن قرار میگیره. کی گفته ممکنه اختلاف غلظت در دو سوی قشا طوری باشه که آب بره بیرون؟ تو نمیگی، نمیدونی کدومه، نمیدونی این حالت سیه یا حالت ایه، ولی میگه تو هر دو حالتش هرچی این اختلافه رو بیشتر کنیم، یا این بیشتر چروکیده میشه یا این بیشتر باد میشه. حالا بعدی میگه نفوذپذیری قشا به آب بیشتر شده و مولکولای بیشتری از قشا رد میشه. میگم آره درسته، نفوذپذیری قشا نسبت به آب بیشتر شده، مولکولای بیشتری رد میشه. چهار چی میگه؟ میگه انتشار آب سریعتر شده، میگه درود بر شرفت، و حجم مایع بین یاخته ای افزایش میاد. میگم کی گفته آب قرار وارد مایع بین یاخته ای بشه؟ ممکن ازش خارج بشه، تو که نمیدونی کدوم حالت A یا C یه، صرفا میدونی سوال میگه آقا تو یکی از این حالت ها که نگفتم اختلافش رو بیشتر کردیم، یعنی اگه این محلول غلیظه اینجا رو غلیظ‌تر کردیم، اگه این رایقه اینجا رو رقیق‌تر کردیم که اختلاف فشار اسمزی بیشتر بشه، و جواب میشه گزینه سوم. خیلی خوب، خیلی خوب. آقا امکان داره همچین اتفاقی برای سلولا تو بدن میفته؟ نه. چرا؟ میگم عمدتا تو همین حالت بیه. چرا؟ به خاطر اینکه فشار اسمزی مایع بین یاخته ای خیلی با فشار اسمزی مایع میان یاخته ای فرق نداره، بین یاخته ای و میان یاخته ای فشار اسمزیشون فرقی نداره، به خاطر همین خیلی اینجوری نیست آب جا به جا بشه، بعد مثلا آب از سلول بره بیرون، سلول چروکیده بشه، پلاسیده بشه، یا سلول باد کنه به ترکه. خب اینم از این، بریم سریعا. خب آقا تا اینجا فرایندهایی بود که شما داشتی بر اساس انرژی جنبشی کار میکرد، یعنی مولکول‌ها از جایی که غلیظ‌تر بودن میرفتن به رقیق‌تر بودن. آقا تو آب اونجایی که رقیق‌تر بود میرفت غلیظ‌تر، در حقیقت بهتره بگم جایی که پتانسیل بیشتر بود میرفت جایی که پتانسیل کمتر، حالا یا پتانسیل آب یا محلول غلظت. این است. به هر حال در راستای تعادل داشت انجام میشد این فرایند. خیلی خوب آقا این چیه داستانش؟ میگم هنوزم تو مولکولای کوچیکی ما. میگم ببین خوب گوش کن، یه وقتایی پیش میاد که ما میخوایم یک مولکولی رو برخلافشی به غلظتش جابجا کنیم. آقا مثال میزنیم، میگم فرض کن غده تیروئید خیلی حجمش به نسبت کل خون بدن خب کمتره دیگه، و تعداد یونهای یودی که اونجا هستن هم از کل بدن بیشتره، پس غلظت یون یود تو تیروئید بیشتر از خونه، ولی اون یودی که توی خونه خیلی به کار دیگه ای نمیاد، نه اینکه به کاری نمیاد، فعلا مبحث ما نیست، ولی باز تیروئید به همونام نظر داره، میخواد همونام جذب کنه، پس نیاز داره یک مولکولی رو برخلافش به غلظتش جابجا کنه. خب میگم ببین اینجا دیگه انرژی جنبشی فایده نداره، اگه به انرژی جنبشی بسنده کنی اتفاقا همونایی هم که از دستتم پر میکشن میرن، تو میخوای علاوه بر اینکه اینا نگهداری اونایی هم که تو جای کمترن چی برخلافش به غلظتن بکشی بیاری جایی که غلظت بیشتره، یعنی مولکول ها رو از جایی که غلظت کمتره بیاری به جایی که غلظت بیشتره، برعکسش به غلظت. میگم اینجا دیگه بعد پیاده شی، بعد چی خرج کنی؟ انرژی زیستی. انرژی زیستی چیه؟ پول. پول چیه؟ ATP. خب آقا میگم اگر هر کار خلافی نیاز داشته غایتا باید چیکار کنی؟ ATP مصرف کنی. میگم بعضی از وقتا لازمه برخلافشی به غلظت جابجا کنیم، اینجا بهش میگن انتقال فعال، و دیگه کانال نمیتونه این کار برات انجام بده، یک مولکول یک پروتئینی برات انجام میده به نام پمپ. بچه ها پمپ اصلا کارش اینه که خلاف عمل کنه، مثلا پمپ های ساختمون رو دیدید؟ آقا آب در حالت طبیعی طبق گرانش بعد آب بالا بیاد پایین دیگه، ولی پمپ رو میذارن که آب از پایینم بره به سمت بالا، یعنی پمپ اصلا واجهش هم یعنی همین که خلاف عمل کرد. خیلی خوب آقا، پس یه مولکولی به نام مولکول پروتئینی به نام پمپ میاد مولکول ها رو از جایی که غلظتشون بیشتره نمیبره جایی که کمتره، از جایی که کمتره میبره جایی که بیشتره. اینها ببین اینجا بنده خداها
کلن سه تا بودن، یه دونشون هم دوباره گرفت، هم اینا رو هم دوباره میگیره. اوکی، و باید انرژی زیستی مصرف کنه. آقا این انرژی زیستی میتواند از مولکول ATP به دست بیاید. آقا فقط ATPه؟ میگم نه، بعضی از وقتا از انرژی الکترون استفاده میکنیم ما، از انرژی الکترون استفاده میکنیم. بعضی از وقتا در گوشی بگم، این تو کتاب درسی نیومده، از یه مولکولی به نام جی تی پی استفاده میکنیم. اینجوری نیست همیشه ای تی پی باشه. آقا در همواره در انتقال فعال ای تی پی مصرف شد؟ نخیر. همواره انتقال فعال انرژی زیستی مصرف شد؟ بله. ولی اون انرژی زیستی رو لزوما ای تی پی تامین نمیکنه. در 99.999% موارد ای تی پی تامین میکنه. خیلی خوب. و به این فرایند هم میگن انتقال فعال. اینم پمپ است که داره این کارو میکنه. آقا منبع انرژی میتونه ای تی پی باشه، میتونه الکترون باشه، میتونه یه سری چیزای دیگه باشه، مثل هم انتقالی و اینا که از کتاب درسی حذف شده. ولی به هر حال من تنها، آقا همه اینا رو گفتی که چی بگی؟ همه اینا رو گفتم که بگم اینا میتواند از مولکول ای تی پی باشد. این سال تست بسیار زیبای کنکور 96 که بسیار در سطح پاسخگویی پایینی داشته. بزنید له و لبردش کنید بچه. فقط کانال مال انتشار تحصیل شده است، پمپ مال انتقال فعاله. کانال ATP مصرف نمی کنه، انرژی زیستی مصرف نمی کنه. پمپ ATP مصرف می کنه، انرژی زیستی هم مصرف می کنه. نوزده و 34 دقیقه به این تست جواب میدم بچه. زوم نمیشه. خیلی خوب آقا، بریم سوال حل کنیم. بچه‌ها چه جوری جواب دادن؟ مهرنوش اسماعیلی یا 1 یا 2، محمد حسین 1، هانیه وظیفه خواه 1، محمد حسین 3، مهدی شیخی 2. بعد دیگر ارزم گلنسا مظاهری گفته بین به و دال شک داره. بعد رها گفته 2، فاطمه اشک زری گفته دال. بچه ها گفته چند مورد درسته یا نادرسته؟ شما باید دال و الف و ب نباید بگید، بعد 1 و 2 و 3 و 4 بگید. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بریم ببینیم چی میگه.
بریم ببینیم چی میگه تست کنکور 96. میگه در انسان آیا تو من میگه در انسان بعضی مولکول ها میتوانند در جهت خلاف جهت، جهت خلاف جهت. طبیعتا اول دوتا جهت ها رو میرم نیم. میگه در جهت شیب غلظت خود و با کمک انرژی جنبشی، بله، از طریق فراوانترین مولکول های غشا یعنی فسفولیپیدا به یک نورون حسی وارد شدن. میگم آره، این اسمش انتشار، انتشار ساده است. بله، میگه مولکولا می توانند در جهت شیب غلظت و در پی مصرف انرژی زیستی. میگم ای آقا بی خیال، وقتی در جهت شیب غلظته طلا که پاکش مندش بخواد که دیگه هر چی بعد پول خرج کنیم، ما ای تی پی خرج نمیکنیم، خودشون میرن دیگه انرژی جنبشی میبره. وقتی در جهته که دیگه نیاز نیست ای تی پی مصرف کنی، وقتی داری خلاف میکنی بعد ای تی پی مصرف کنی و غلط. اصلا ادامه‌ش هم نمیخوام. میگه حالا برم سراغ خلاف جهت. میگه در خلاف جهت و با کمک انرژی جنبش میکنه. حرفا چیه؟ اصلا انرژی جنبشی به در خلاف جهت نمیخوره. تو اگه میخوای خلاف کنی فقط بعد انرژی زیستی مصرف کنی، بعد مایتیلر رو پیداش. پس اینم غلط. بعدی دال میگه میتونن در خلاف جهت و در پی مصرف ATP از طریق پروتئین های فاقد کانال. راست میگه، پمپ، پمپ یه پروتئین فاقد کاناله. بله، میتونن به یک قشای نورون حسی وارد شن. جواب میشه گزینه دوم. درود بر شرف تک تکتون بچه ها. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. این هم از این. اما بریم سراغ آخرین مبحثمون بچه ها که چیز دیگه سطح خصوصیه طوره. خب بریم سراغ آخرین مبحثمون. حالا دیگه داریم با ذرات درشت کار میکنیم، یعنی دیگه گلوکوز و آمینو اسید و مونومر و یونو و اکسیژن و کربن اکسید نیست، یه بسپار بزرگه. میگم ببین اینجا فرایندی مطرح میشه به نام درونبری یا برونرانی. برونرانی بهش میگن اگزوسیتوز، درونبری بهش میگن آندوسیتوز. اوکی، خب آقا چی میگه؟ میگه بعضی از یاخته ها میتونن، اولا نه همه یاخته ها، بعضی از یاخته ها توانای درونبری و برونرانی. خب میتونن ذره های بزرگی رو مثل مولکول های پروتئینی با فرایندی به نام درونبری جذب کنن. برونرانی هم فرایندیه که ذره های بزرگ از سلول خارج میکنی. میگم خب آره، این فرایند حتما ATP میخواد. آقا شیب غلظتش کدوم وریه؟ میگم ربطی به شیب غلظت نداره، چه در جهت شیب غلظت چه در خلاف جهت شیب غلظت بخوای یه چیزی رو وارد یا خارج کنی باید ATP مصرف کنی. بچا فقط ATP باید مصرف کنی. اوکی، ATP باید ما یعنی انرژی الکترون و اینا نمیشه، فقط ATP. اوکی، و نه پمپ انجامش میده نه کانال انجامش میده، هیچکی انجامش نمیده. یه سری وزیکول ها تشکیل میشن، یعنی در واقع همچین اتفاق میفته. این مولکول هایی که قراره جابجا شن، آقا اینجا در جهت شیب غلظت مهم نیست دیگه، تو وقتی ای تی پی رو داری خرج میکنی دیگه مهم نیست در خلاف جهت یا در جهت شیب غلظت. پس چرا قراره ای تی پی خرج کنی؟ بخاطر اینکه داری جنس بزرگ رو منتقل میکنی، داری یک جنس بزرگ رو منتقل میکنی، حالا چه در جهت باشه چه در خلاف جهت مهم نیست، تو داری با درشت مولکول سر و کله میزنی، باید ای تی پی رو بدی. خب میگم ببین، میان قشا یه حفره‌ای درش ایجاد میشه، اینجوری میاد پایین، اینا توی این حفره قرار میگیرن و اینجا با اینجا ادغام میشه، میان میچسبن، کنده میشه، میاد پایین. حالا آقا برعکسش چیه؟ الان درونبریه، درون برد دیگه، برعکسش میشه برونرانی که شما نگاه کنید این میاد اینجوری قلقلی به قشا میچسبه، قشا جاش وا میشه و این فضاش پرت میشه و این مولکولا رو پرت میکنه به سمت بیرون. آقا توی برونرانی مساحت قشا زیاد می شود، توی درونبری مساحت قشا کاهش می یابد. حله؟ خب بعد شاید اگه اینجا رو دقت کنید، این دیگه نکات آخریه که میخوام بگم، خوب توجه کنید بهش. میگم ببین اینجا شکل کتابو داری، اینجا لایه بیرونی بود که داره زرد نشون میده، حالا من دیگه رنگ دقیقش نمیدونم، زرد میشه دیگه تقریبا،
بذار این رنگیه دیگه، نه نارنجی زد اینا. این لایه بیرونی غشا بود، وقتی درونبری انجام شد شد لایه درونی وزیکول. این لایه فسفولیپیدی لایه درونی غشا بود، وقتی درونبری انجام شد شد لایه بیرونی وزیکول. پس لایه درونی غشا لایه بیرونی وزیکول رو میسازه، لایه بیرونی وزیکول لایه درونی غشا رو، بسته به اینکه درونبری یا برونرانی. اوکی، لایه درونی وزیکول بیرونی غشا، لایه بیرونی وزیکول درونی غشا، جاشون با هم دیگه عوض میشه. این نکته رو هم خواستم بهتون بگم. حل بچه ها فهمیدید؟ اوکیه؟ بله، قبلی ها واسه مولکولای کوچیک بود، اینها صرفا برای مولکولای بزرگن. حل بچه ها، خب این تست رو حل کردم من سر کلاس. اولا من اینو درستش کنم. به لحظه بچه ها تأمل. خب اینجا بنویسیم انتشار ساده. خب این از این. بچه ها این تست رو من حل کردم، تو پستام هست، حالا یا گذاشتم بچه یا در ادامه میذارن. این تست رو بزنید و دیگه یکم توضیح بدیم راجع به دورمون که بچه ها سوال پرسیدن. نگین چرا مساحت کم میشه؟ چون غشا فرو رفته، یه بخشی از غشا کنده شده رفته جزء وزیکول تو درون بری، به خاطر این مساحت غشا کم میشه دیگه، چون یه بخش از غشا حفره میشه، بعد این و این غشا سوراخ ایجاد میشه، اینا میان تو اینجا حفره ایجاد میشه میان اینجا، بعد این دو سمت غشا هم دیگه میچسبن، کنده میشه از غشا، پس مساحت غشا کم میشه. خواهش میکنم. راست رو حل کنیم یا چپ؟ علامت زدم بچه ها این سال. سوال حل کنیم. خب محمد حسین بهمن گزینه یک را انداخته. خب مهرنوش اسماعیلی و تاها حسین زرگانی هم باش موافقن. ببینیم که داستان چیه. یکم دیگه بچه های یک دقیقه ای هم بچه هایی که دارن فکر میکنن فکر کنن و بعدش تست بزنن. هلا
خیلی خب بچه، این تست رو هم بزنیم ببینیم که چیه. بله خیلی خیلی عظیمی از بچه ها گزینه یک رو زدن. مرسی، واقعا خیلی خوشحالم که سوالای سنگین قلمچی که همشون واقعا زیر شاید 20% 10% پاسخگویی داشتن رو 99% کلاس دارن درست میزنن. دمتون گرم، درود بر شرف تک تکتون، خیلی دوستتون داریم. ببینیم چی میگه. بیا نمودار الف میگه هر چی زمان داره بیشتر میگذره اختلاف غلظت کم میشه. آقا این نمودار ربطی به نمودار قبلی نداره. میگم نه، نمودار قبلی میگفت سرعت بر اساس شیب غلظت، این داره میگه شیب اختلاف غلظت نه شیب غلظت، بر اساس زمان. میگم هر چی اختلاف، هر چی زمان داره میگذره توی بی، خب اختلاف غلظت کم شده. یعنی اینجا اختلاف غلظت اینجا بود، الان اختلاف غلظت کم شده. من میگم خب ببین اینجا رو خوب دقت کن، خوب دقت کن. میگم هر چی زمان گذشته اختلاف غلظت اومده کم شده. پس یا انتشاره یا انتشار تسهیل شده است. اینجا میگه هر چی زمان داره بیشتر میگذره اختلاف غلظت زیاد میشه. میگم ببین حتما انتقال فعاله که هر چی زمان بیشتر میگذره اختلاف غلظت داره زیاد میشه دیگه. خب آقا گفته الف گفته انتشار ساده، خب آره دیگه الف انتشار، یا انتشار ساده سه تحصیل شد. حالا اگر انتشار ساده باشه به طورت، ببین اول گفته نمودار میتواند نشانگر فلان باشد، میتواند. حالا که نشانگر فلان است حتما، میگم ببین انتشار ساده است. حالا انتشار ساده حتما در محیط زیستی قابل انجام است. آره دیگه، من یه ظرف درست کردم یه نیمه طرفا گذاشتم اینجا انتشار انجام شد دیگه. بس بله قابل انجام است. به گفته درونبری برو گم شو، اصلا درونبری نمودار اختلاف غلظت براش تعریف نمیشه، چون اصلا اختلاف غلظت شیب غلظت درش معیار نیست، ملاک نیست، اصلا مستقل از شیب غلظت، ربطی به شیب غلظت نداره. شیب غلظت فقط مال ذرهای کوچیک بود، درونبری و برونبری ذرهای بزرگی. میگه بی میتونه انتقال فعال باشه، میگم آره. میگه در این صورت به طور حتم از ATP استفاده میشه، میگم کی گفته؟ ممکن از GTP باشه، ممکن از الکترون باشه، قبول دارم که در بیشتر موارد ATP، ولی همه موارد نه، گفته به طور حتم غلطه. بعدی گفته الف شده انتشار تسهیل شده. بچه ها این تست خیلی، من حتما استوری میکنم اینو، حتما استوری میکنم، بچه ها میگن استوری کنن. این تست 7-8% پاسخگویی گرفته بود تو قلمچی. این تست هایی که جزء منم واقعا همشون بسیار پاسخگویی های اندکی داشتن. الف انتشار تسهیل شده است، میگم آره میتونه انتشار تسهیل شده باشه. میگه مواد در جهت شیب غلظت به یاخته وارد میشن، میگم کی گفته وارد میشن؟ ممکنه خارج بشن، ولی در جهت شیب غلظتشو دوست دارم، ولی چون گفته وارد میشن من نمیتونم درست بگیرم. دم همتون گرم، یه تعداد خیلی عظیمیتون زده بودید، یک دمتون گرم، عالی عالی. همینجوری بریم، قطعا مطمئن باشید وقتی دارید تستای قلمچی و اینجوری جواب میدید، اونم تستای این لولشو، قاعدتا خیلی دمتون گرمه، خیلی ماهید. اینم این جدول گذاشتم برای اینکه جمع بندی کنیم مپس. اما برسیم به اینکه بچه ها خیلی توضیح دادن، من نخواستم هی وسط دوره بگم آقا، هی وسط این دوره آنلاینی که داریم بگیم خب ما یه دوره هم داریم حالا اونجا مثلا بیاید تیز کنید. اول درسمون رو کامل دادیم، حالا یه 5 دقیقه من یه صحبتی میکنم با شما و بعدش هم دیگه تموم میکنیم کلاس رو. ببینید بچه ها، حقیقتا دوره ای که ما گذاشتیم یک دوره سالیانه است، کل زیست شناسی دهمه، به علاوه نکات تستیش همزمان با این. ببینید یه دوره استاندارد باید چه ویژگی داشته باشه؟ یک ویژگی داشته باشه، آموزش جامع و مفهومی. بچه ها مفهومی با تشریحی فرق داره دیگه، ماشاءالله الان 15 سالتونه دیگه، 16 سالتونه، به راحتی میتونید تشخیص بدید. تشریحی که من بیام یه سری چیزا بنویسم که نشد مفهومی. مفهومی یعنی سرچشمه‌شو بگو، بگو از کجاست، چرا اینجوری داره اتفاق میفته. یعنی چی آیه فیض‌آبادی؟ میگم ببین، یعنی اینکه
الان انتقال فعال چرا ATP مصرف میکنه؟ آقا مثلا دارم میگم آقا فشار اسموزی چیه؟ چرا این آب نمیاد به سمت پایین؟ چه میدونم آقا چرا این نمودارها رو همه حفظ میکنن؟ چرا این نمودار انتشار تحصیل شده است؟ این ای سرچشمه و ریشه یه مطلب رو بفهمید. این میشه آموزش جامع و مفهومی. وظیفه منم، وظیفه ای که از هر دوره برگزار میشه آقا، این که آموزش جامع و مفهومی مطابق با کنکور سراسری داشته باشه، که ما هم داریم دیگه، داریم تستایی رو میاریم گلچین میکنیم از کتابای مختلف، خیلی سبز، گاج، آزمونای قلمچی، آزمونای ماز، همه جوره هست تو جزوه ما. و انتظار شما هم اینه و به تبع وظیفه ما هم اینه که این کار رو به شما بدیم و این مطلب رو شما ارائه بدیم. این از این. اما در کنار این، این وظیفه اصلی ما که آموزش جامع و مفهومی مطابق با کنکور سراسری ارائه بدیم. بگیم هر چیزی سرچشمش کجاست، ریشش کجاست و ایتو تست هم سر کلاس هر کنیم که مطلب رو جا بندازیم حسابی. درست پس ذهن شما باشه که فردا یادتون نره. قشنگ ریشه و مفهومی یاد گرفته باشید. خب این از این. آقا دیگه چی میگم؟ این یک وظیفه ایه که تنها وظیفه ایه که از یک دوره آموزشی انتظار. حالا من اومدم با کمک های حیدریان یه سری آپشن های جدید هم در رایگان در اختیار شما میذاریم. یک، آزمون های قلمچی رو هر هفته تحلیلش رو میذاریم توی کانال. تحلیل آزمون های قلمچی رو هر هفته توی کانال میذاریم. خب یعنی کانالی تشکیل میدیم براتون که تحلیل‌های قلمچی رو هر همون روز جمعه خدمتتون تقدیم می‌کنیم. دو، آزمون‌هایی رو برگزار می‌کنیم به صورت هفتگی که شما شرکت می‌کنید درش و رتبه بندی میشید و هر کسی که اینو برای عشق رتبه‌ها میگیم، هر کسی که در نهایت توی جمع این دوره سالیانه بهترین رتبه را آورد به نفرات 1-2-3 یه سری هدایا تقدیم، یه سری هدایا واقعا نفیس تقدیمتون میکنیم. اینم از این. پس یه سری آزمون ها برگزار میکنیم و تکلیف میدیم و چک میکنیم تکلیفاتون. اینجوری نیستش که خب بگیم خب دیگه آقا تو مثلا اینو تستو بزن بعد بگی نه نمیزنم. نخیر، اینجوری نیست. قشنگ برخورد میکنیم باهاتون و حسابی ازتون کار میکشیم. اینم از این. پس بچه ها این یک دوره ای نیستش که صرفا ما یه دوره برگزار کنیم، یه سری کلاس، یه سری بچه ها بیان و نیان و نه حسابی. اما یه نکته، ما فروش رو فعلا شروع نمی کنیم برای عموم. یعنی الان حالا یه تعداد بچه این 200 خورده ای نفری که دوره رو شرکت کردن، این مینی دوره رو شرکت کردن، صرفا توی کانال اطلاع رسانی می کنیم بهشون، میگم آقا این دوره است، اگر میخواید مثلا شما بیاید شرکت کنید. قیمت اصلی دوره 3 میلیون تومان هستش، با تخفیفش شده 1,500,000. بچه ها این تخفیف برای عموم جامعه، یعنی برای بچه هایی که تو اینستان فعلا تی یک هفته اول هم هستش، یک هفته اولی که ما فروش رو شروع کنیم، ولی به شما بچه هایی که دوره رو شرکت کردید بازم یه تخفیف دیگه میدیم که هنوز اینو تو اینستا نذاشتیم، یعنی بقیه نمیدونن. خب صرفا به شمایی که دوره رو شرکت کردیم، به این 200 نفر یه تخفیف دیگه میدیم که میشه 1,250,000 تومان. خب این مال قبل از اینه که ما فروش رو شروع کنیم. سه روزم وقت دارید، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. از فردا ما لینک رو میذاریم. طی این سه روز اگه پرداخت رو انجام دادید میشه 1,250,000 تومان. از سه شنبه دیگه من استوری میذارم و عموم بچه ها این رو میبینن و اونجا اگه بخرید قیمتش با تخفیف 50% میشه 1,500,000 تومان. حالا بچه‌ای که میخواین قسطی بخرید قیمتش 100,000 تومان، 1,350,000 تومان بیشتره که میشه 3 تا قسط 450,000 تومانی. آقا 450,000 تومان شما الان دیگه یه خانواده 3 4 نفره فکر میکنم بره بیرون پیتزا بخوره، پیتزایی که چقدر میگم مضره، چقدرم برای بدن ضرر داره، یعنی یه مش سم بکنیم تو بدن خودمون، بعید میدونم یه خانواده 4 نفره زیر 500 تومان خرج پیتزاشون بشه. درست میای تراوی؟ اصلا امکان نداره شما پیتزا فروشی پیدا کنی که بری 3 4 نفر پیتزا و نوشابه و دوغ و فلان و اینا بخوری زیر 500,000 تومان بشه. من میگم 3 وعده پیتزا در برابر یک دوره سالیانه که قراره یک آینده درست حسابی برای شما رقم بزنه. یعنی نزدیک 30% کنکور سراسری شما، بیش از 30% کنکور سراسری شما دهمه. من میگم دارم دهمتون رو میبندم با 3 وعده پیتزا. اوکی؟
پس این که دیگه قطعا قیمت به صرف است دیگه بچه ها، قطعا اگر مقایسه کنید به قول عطار میگه دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم گر تو را دسترس است. گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو، گر در خانه کس است یک حرف بس است. واقعا فکر میکنم این مثالی که من زدم خیلی پر واضح نشون میده که قیمت دوره واقعا برای همگان به صرف است دیگه، با توجه به عددی که بعد تو بقیه بازار میبینید. پس اینم از این. اگر دوره رو میخواید ثبت نام کنید حتما، حالا بچه ها یه سری خیلی زیادی بچه ها چون نمیتونن درست فرستن اینا فیلمش رو میبینن، ما دوباره تو کانال اترسانی میکنیم، شنبه یک شنبه دو شنبه اترسانی تو کانال، توی اینستا نیست، پست و استوری نمیذاریم، فروش رو شروع نمیکنیم. سه شنبه فروش شروع میشه ولی با قیمت 1,500,000 تومان، ولی شما میتونید قسطی پرداخت کنید 1,350,000، اگر هم درجا پرداخت کنید 1,250,000. این هم از این در مورد دورمونه. زمان دورمون هم قطعا اعلام میکنیم، یعنی تعداد بچه‌ای که شرکت کردن، حالا هر تعداد بود، رأی گیری میکنیم. بیشترین روزی که رأی آورد، یعنی منم تایمم رو نگاه میکنم، بچه هم تایمشون رو نگاه میکنن، بیشترین تایمی که آورد رو انتخاب میکنیم. و عرضم به خدمت شما جلساتمون هم 2 جلسه در هفته است که دیگه پرونده دهم رو میبندیم با تمام نکاتش و میذاریم کنار و تمام. خیلی خب بچه ها، این هم از این، خواستم این رو خدمت شما بگم. و دیگه این هم از بچه هایی که پرسیده بودن توی دوره، قاعدتا امیدوارم به سوالاتون جواب داده باشیم. یه تایم کلاس هم گفتم دیگه مهرنوشان، هنوز معلوم نیست، بعد بچه ها شرکت کنن، بعد رأی گیری میکنیم تایم کلاس رو و بهتون میگیم. هر هفته 2 جلسه برگزار میشه هرشیا. اگر سوالی ندارید دیگه وقتتون به خیر باشه و ایامتون هم به کام. خیلی مخلصیم، امیدوارم که ببینمتون دوره سالیانه، چون قطعا گرد و خاک خواهیم کرد قطعا و 1/10 فوق‌العاده رقم خواهیم زد. جلساتمون 1.5 ساعت، یعنی 3 ساعته. قطعا آفلاینش رو هم این جلسات هم جلسات دوره هم دوباره بهتون خواهیم داد. قطعا تست کنکور هم زده میشه تو سایت، هنوز معلوم نیست، به احتمال 50-50% اسکای رومه این جلسات. کم فرستادید فیلم ها رو، میدونم ما که دیگه نت قطع شد و این بند و وسط اینجوری بود، و اینه فیلم ها رو سعی میکنیم تا آخر امشب حتما، تمام تلاشمونه که تا آخر امشب حتما فیلم ها رو بفرستیم دیگه با این اوضاع نت و اینجور حرفا. گفتم دیگه بهار جان شرط قسطش اینجوریه، میشه 1,350,000، میشه 3 تا قسط 450,000 تومانی. خواهش میکنم، خواهش میکنم عرشا جان، خواهش میکنم مهندس جان، خواهش میکنم بهار عزیز، گل نظام مظاهری عزیز، خواهش میکنم، مرسی مهناز آجی نصرال زاده بزرگوار، و ایام همتون به کام باشه. خواهش میکنم گل نسا جان، ایامتون به کام باشه. مرسی نگین، مرسی محمد ماهان، مرسی شایان عزیز، مخلصیم، دم شما گرم. شما فوق العاده اید که الانی که خیلی از نسل های شما، خیلی از همدوره‌ای های شما، همسنای شما الان شاید تو کوچه باشن ول بگردن و هیچ کاری نکنن، شما به فکر آینده تونید تو این اوضاع آشوب مملکت، تو این اوضاعی که هیچ کس، همه استراب دارن، همه ناراحتن، اومدید که یه کاری بکنید برای آیندهتون، اومدید که بکنید برید بالا و یه حرکت هایی بزنید برای آیندهتون. این یعنی شما خیلی جلوتر از بچه های نسلتونید، یعنی شما خیلی عمیق تر دارید فکر میکنید. دم شما گرم، واقعا مرسی. خیلی خوشحال میشم بچه های هم تیپ شما رو میبینم که انقدر به پختن، به فکر آینده شون، این خیلی مهمه. خیلی از جوان های نسل شما، نوجوان های نسل شما اصلا به همچین چیزایی فکر نمیکنن، ولی از الان شما اومدید یه آینده درست حسابی براتون بدرخشید و اومدید یه آینده درست حسابی بسازید برای خودتون. خیلی قدر خودتون رو بدونید، وحشتناک قدر خودتون رو بدونید. مخلصیم، ارادت و ایامتون هم به کام باشه. ادامه مباحث رو که میشه بافت به اضافه فصل 2، که ادامه فصل 2 هستش، رو ایشالله توی دوره تقدیمتون خواهیم کرد. مخلصیم، ارادتمند، یا علی مدد، خداحافظ شما.